خبرها را با گزارشی از ولایت فرا پی می‌گیریم. ده کشمشخانه در فرا افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید. مسئولان محلی این ولایت از فعالیت بیش از 50 کشمشخانه در سال روان خبر می‌دهند و به گفته رئیس زراعت و مالداری این ولایت، ایجاد این کشمشخانه ها می‌تواند سهولت ویژه‌ای را برای باغداران ایجاد کند. همکارم خوشحال زلاند این گزارش را از ولایت فرا فرستاده است. ساخته بیش از 50 کشمشخانه در ولایت فرا. نزدیک به 10 کشمشخانه در ولایت فرا افتتاح و به بهره برداری رسید. قرار است در یک سال بیش از 50 کشمشخانه به هزینه 27 میلیون افغانی تکمیل و به دسترس دهقانان این ولایت قرار بگیرد. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری این ولایت میگوید انگوری که در این کشمشخانه به کشمش تبدیل می شود، هر کیلوگرم آن نسبت به کشمش محلی گرانتر به فروش خواهد رسید. کل پلان کی بالاتر از 50 باب کشمشخانه لرو. یعنی دا خپل واغ اصلي باغدارانو ته چې دوی هغه زموږ معیارونه پوره کولی سي و دوی ته په نظر کې نیولې دي. مخکې زموږ دوست د دې کشمشخانو د اهمیت په هکله وویل، یعنې قیمت د دې کشمش چې په دې کشمشخانه کې تولیدېږي تر هغه کشمش چې په محلي شکل تولیدېږي په هر کیلو کې هغه تقریبا 50 افغانۍ خرڅېږي په مارکیټ کې. قسمت سیستم چپری که هر کدوم از او 4 چپر داره که مقیاس یا مقدار انگوری که در مرحله اول در 3 مرحله ایت میگیره که در هر مرحله از 10 تن انگور میگیره که مقدار انگوری که باز به تبدیل به کشمش میشه 2 تن انگور کشمش تولید میکنه. از سوی هم رئیس مبارزه با مواد مخدر فراه میگوید افزایش سهولت ها در کشت محصولات زراعتی برای دهقان باعث کاهش کشت مواد مخدر می شود. تطبیق همچه پروژه ها زمینه یه مساعد می سازه که دهقان و زراعین ما به یک کشت حلال و به یک برنامه حلال و زراعت حلال دسترسی پیدا کنند. در این حال مسئولان اداره اقتصاد این ولایت افزایش محصولات زراعتی را در افزایش مالیات دولتی چشمگیر دانسته و تاکید دارند در صورت حمایت دولت و ایجاد سهولت برای دهقان این ولایت، فراه به یکی از پردرآمدترین ولایات در کشور مبدل خواهد شد. در پهلوی اقتصاد زندگی دهقان ولایت فراه خوب خواهد شد. سطح عاید دولت هم بالا خواهد رفت. چرا دهقان وقتی که محصولاتشان صادر میشه به کشور دیگری، عاید به دولت هم به دست میاد، مالیه میتن اونا. این در حالی است که نبود سردخانه از جمله مشکلات اساسی دهقان عنوان می شود و دولت تا کنون در این عرصه هیچ توجهی نداشته است.